درآمد از یوتیوب چه جوریه؟ چرا رپ کنامون اکثرا رو آوردن به یوتیوب؟ بیشترین درآمدو کی داره از یوتیوب؟ شاید خیلیاتون این سوالا رو از خودتون بکنید، بگید آقا چرا اکثر رپرامون دارن فعالیت یوتیوبی میکنن، درآمدش چه جوریه و کی بیشترین درآمدو داره؟ امروز ما هم اومدیم بررسی کنیم ببینیم که درآمدو چه جوریه و کی بیشترین پول در میاره و با هم آشنا شیم باشه. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. البته بسخواهی میکنم، سلام یادم رفت، سلام میکنم، خیلی خوش اومدید. من آرام همجا کوکتل تی ویه، بقیهش هم که فکر میکنم توضیح دادیم، پس میریم واسش. قبل از هر چیزی من یه توضیح بدم، من درآمد اکثر چنل ها رو سرچ کردم و دیدم اکثر آرتیست هایی که حالا حسن و رو آوردن به ساختن ویدیو یوتیوبی، حالا به غیر از موزیکاشون، اونایی که ویدیو یوتیوبی نمیسازن، یعنی ویدیو مخصوص یوتیوب و فان و این داستانه، درآمده و به شدت پایینه، یعنی حتی شاید به 200 دلار هم نمیرسه خیلی ها، و این واقعا خیلی ناراحت کننده است که چرا این همه وقتی طرفدار دارن، پیجای همشون رو نگاه میکردیم 500k 600k 1,000,000 و درآمدهای یوتیوبشون رو میدیدیم، ویدیو یوتیوب رو میبینیم 1,000 اونم نیست، و چرا این چیه داستان؟ چون فیلتر مثلا و مخاطب دنبال کار آسونن، راه آسونن. آرتیستی که فقط میاد ویدیوشو، یعنی میذاره ویدیو رسمیشو، آهنگ رسمیشو، ویو نمیخوره، پولی نداره، ولی اون تلگرامی که میاد دوزی آهنگ اونو دانلود میکنه میذاره، میبینیم که چقدر درآمد و تبلیغ میدن و چه ویوی و فلان و بهمان و چه ملوبات و ترانه بات و از این چرت و پرتا که میبینیم چقدر میلیونی ویو میخورن، چقدر پول میگیرن، تبلیغ میکنن برای بقیه کانالهای تلگرام، و این اصلا خوب نیست. و یه خواهشی که ازتون دارم، حمایت بکنید، بیشتر سعی کنید اکثر آهنگا رو حالا از یوتیوب، اسپاتیفای، این داستانا گوش بدید، چون خیلی زشته واقعا آرتیستی که سالها وقتشو گذاشته برای ماها، برای مخاطبا، بیاد و هیچ درآمد خاصی نداشته باشه، فقط هم ازش انتظار باشه. خودتون یه دقیقه بذارین جاش، شما بودین آیا میکردین این کارو؟ ادامه میدادید 10 سال 5 سال 20 سال بدون اینکه به حقتون برسید؟ و هر روزم دارن تقریبا پیشرفت میکنن دیگه، داریم میبینیم که سطح رپمون چقدر اومده بالا و یکم بهتر شده، درآمده جا افتاده، ولی سعی کنید اینو بیشتر حمایت کنید، دمتون گرم. و اینم بگم که خب کلا 5 تا چنل داریم که درآمدش میشه حساب کرد روش و بگیم درآمد حالا نسبتا میشه گفت درآمد خوبیه، باز کم نسبت به آرتیست بودن، اما باز اونا رو با هم میبینیم. 5 تا از اونایی که حالا تو زمینه رپ فارسی بیشتر فعالیت دارن و آرتیستن، اونا رو با هم چک میکنیم. خب بریم سراغ نفر پنجم کوروش ونتونز، که خب یه سری رپ بتل و اینا رو انداخته که خیلی داره جواب میده و باحال، دمش هم میگم داره استعداد میکنه، از اونا ویوهاش هم باحاله، اما خب یه مدت به خاطر یه سری داستانی که بود کم ویدیو گذاشته بود، درآمدش اومده بود پایین و اینه تا 1000 خورده ای رسیده بود، همونطور که میبینیم تا الان 21 ویدیو آپلود کرده، 2K سابسکرایب داره. اینو فکر میکنم سابسکرایبش اشتباه زده، چون وقتی سابسکرایب رو میبندی و کوروش بسته باگ میزنه یوتیوب و اینا رو درست نشون نمیده. به هر حال تا الان بیشتر از 525,000 تا ویو داشته چنل کوروش ونتونز، که نسبتا خوبه از وقتی که شروع کرده، میبینی از 31 مارچ 2020 شروع کرده، تقریبا خوبه، و همونطور که میبینید توی 28 روز گذشته 181,000 ویو داشته، که اینم ویو باحالیه، و درآمدش همونطور که میبینید 725 دلار بوده نفر پنجممون تو ماه، و سالیانه 8000 تا، که خب کمه و اومده پایین. البته میگم درآمد کوروش قبل از اینکه یه مدت ویدیو نذاره که فکر کنم یک ماه بود، دو برابر بود تقریبا، الان که اومده پایین ولی فکر میکنم دوباره بهتر میشه درآمدش و همون 1000 خورده اینا میرسه، خب هرچی هم فعالیت بیشتر کنه میره بالاتر دیگه. ولی خب نفر پنجممون کوروش ونتونز بود با 700 دلار. خب نفر چهارم ما زیاد دیدیم تو آهنگای پایدار و جیدال و میشناسیدش همتون، و بجز کارهای حالا آهنگش و اینا، کارهای یوتیوبی میکنه و ولاگ میذاره، حالا درباره آرایش میره بیرون و از این داستانا، اون کسی نیست جز مدگل. همونطور که میبینید تا الان 37 ویدیو آپلود کرده و بیشتر از 8000 تا سابسکرایب داره، 8500 تا، و 1,855,000 هم ویو داره، که ویو خوبیه، و توی یک ماه گذشته هم 317,000 تا ویو داشته، که اینم ویو خوبیه. همونطور که میبینید درآمدش 1.3K و یعنی 1,300 دلار توی ماه، و سالیانه 15,000 دلار، که تبدیلش کرده به نفر چهارم این به هر حال لیست که از آرتیست ها هستن که کار یوتیوب میکنن و درآمد خوبیه و
با اون اینجوری که داره پیشرفت میکنه و داره ویدیو میذاره حس میکنم خیلی زودتر درآمدش خیلی بیشتر از این حد هم رسیدیم. ستای اول، نفر سوم که همتون فکر کنم میشناسید، بیش از 1 میلیون فالوور داره رو اینستاگرام، یکی از رپرهای خوبمون، یکی از با استعدادترین رپرامون، اونم کسی نیست جز سپر خلسه که خب بجز حالا کارهای دیگه که میکنه امضا شورو داشت و اینا، ویدیوهای فان و این حرفا هم میذاره که کارش هم خیلی باحال، خیلی هم ویوش خوبه. 19 تا ویدیو تو الان گذاشته و بیش از 8000 تا سابسکرایب داره، بیشتر از 1,440,000 ویو داشته تو این مدت و ویو یک ماه گذشتهش که 15% کمتر از ماه قبلش بودم 420,000 تا بوده، که اینم ویو خوبیه. و تو یک ماه گذشته که باز منهای 43% بوده ولی نزدیک 2K سابسکرایب گرفته و همونطور که میبینید درآمد ماهیانش 1,700 دلار و سالیانه 20,000 دلار درآمدشه، که خب شاید خیلیاتون بگین لطفا اینو به ریال بنویس، به ریال خیلی بالا پایین میشه، نمیشه دقیق گفت، اما خب این درآمدی که سپر خلسه داره به عنوان سومین نفر از لیستمون. به نظرتون نفر اول دوم که اینا دیدین اذیت میکنن اون دست سپر خلسه؟ بریم بعدی. نفر دوم یکی که فهم کنم تقریبا کل ایران میشناسنش، انقدر حواشی و جنجال و این داستان ها داشته و نه تنها ایران، خارج از ایران هم خیلی ها میشناسنش، و اون کسی نیست جز امیر تتلو. بیشتر از 337 ویدیو گذاشته، از همه بیشتر میشه گفت فکر کنم، یعنی ویدیو گذاشته و بیشتر از 230K سابسکرایب داره، 62 میلیون ویو داره، بیشتر از 62 میلیون ویو داره و همونطور که میبینید توی یک ماه گذشته 2,694,000 ویو داشته، که خیلی ویو باحال و بالا و خوبیه و 1% هم بیشتر از ماه قبلش بوده. هفته در کل اومده پایین ویو های تتلو و همونطور که میبینید 6K سابسکرایب گرفته توی یک ماه گذشته، که باز تقریبا 15% کمتر از ماه قبل بوده و درآمدش 10,800 بوده، تقریبا 11,000 دلار، و خب این خیلی کمه برای تتلو، چون تتلو 6 ماه پیش داشت نزدیک 20K در می آورد و الان میشه گفت که اومده پایین این داستان. و همونطور که میبینید درآمد سالیانش 129,000 دلاره برای امیر تتلو که اونو نفر دوم کرده، یعنی یه ذره افت داشته تو هم ویو هم سابسکرایب گیری هم درآمد نسبت به حالا یکم هم آخه کمکارتر شده و اونم میتونه باشه، چون یه مدت بود هی هر روز میشه گفت یا هر هفته حداقل یه آهنگ میداد، الان تقریبا زیاد داره آهنگ نمیده مثل گذشته و بیشتر میذاره برای پیش فروش. ولی به هر حال این بود از درآمد امیر تتلو. خب رسیدیم به نفر اول، یکی از رپرامون که یوتیوب هم داره کار میکنه، خیلی داره تخصصی یوتیوب کار میکنه، خیلی از ایده ها رو کار میکنه، خیلی پرکاره، تقریبا هر روز داره یه ویدیو جدید میذاره، یه ایده جدید و کارش خیلی خوبه و فکر میکنم خیلی ها نتونن حدس بزنن کیه، ولی اون کسی نیست جز پوتک. بله پوریا پوتک، پردرآمدترین رپر ایرانی که داره تو یوتیوب هم فعالیت میکنه. میبینید بیشتر از 241 ویدیو گذاشته، بیشتر از 241 نه دقیقاً 241 ویدیو گذاشته و بیشتر از 26K سابسکرایبر داره، که خیلی خوبه. سابسکرایبرش همونطور که میبینید 26400 رقم بالاییه و توتال ویوش و ویو کلیش بیشتر از 10 میلیون بوده، که خب خیلی خوبه نسبت به این مدت زمانی که شروع کرده تون ویدیو گذاشتن، خیلی باحاله. و همونطور که میبینید توی یک ماه گذشته 3,261,000 ویو داشته، که تقریبا 40% بیشتر از ماهای گذشته بوده و 5.4K هم سابسکرایب گرفته، که باز تقریبا 15% بیشتر از ماهای قبل بوده، که خیلی آمار فوق‌العاده‌ای رو براش رقم زده. همچنین موزیک ویدیو و آهنگای جدیدش هم که داره میده خیلی خوب داره ویو میخوره و بازخورد میگیره و الان میشه گفت جزو تاپ تریناست، هم از لحاظ درآمد هم از لحاظ ویو. و همونطور که میبینید بیشتر از که نه دقیقاً 13,000 دلار درآمدش بوده پوریا پوتک تو این ماه گذشته، و همونطور که میبینید سالیانه 156,000 دلار درآمد داره، درآمد خیلی خوبیه. اینطوری هم که داره پوریا پیش میره مطمئنم خیلی بیشتر پیشرفت میکنه و درآمد مطمئنم که 2-3 برابر میشه، چون واقعا داره تلاش میکنه، هر روز ویدیو گذاشتن واقعا کار سختیه، واقعا خیلی پشت کار تلاش میخواد. دمش گرم. و این بود از 5 تا پردرآمدترین آرتیستای ما که توی یوتیوب هم هستن. خب خیلیا اینجوری کار نمیکنن، ویدیو نمیذارن از این داستان ها، اما همونطور که دیدید به این شکل بود و شاید همه فکر میکردن که امیر تتلو اولوشه، ولی خب امیر تتلو یه افت ریزی داشته و الان پوریا پوتک. حتما اون پایین کامنت بزنید که فکر میکردید همچین داستانی باشه و این داستانا، و ازتون خواهش میکنم که شماهایی که روی یوتیوب هستید بیشتر آرتیستا رو حمایت کنید،
آرتیستایی که فقط دارن کار موزیک میکنن هم اینجوری نباشه که اصلا ویو نگیرن، درآمد نداشته باشن، اونا رو هم کمک کنید. و آرتیستایی که میبینید خب دارن فعالیت‌ها اینجوری میکنن، فان باحال، اگه طرفدارشون هستین حتما حمایت کنید، نذارید چنل‌های دیگه بذارن. دیدم چنل‌های دیگه میذارن چالش جدید پوتک فلان، ویدیو جدید خلسه دانلود میکنن میذارن، اونجا هم ویو خوب میخوره و برای آرتیستی چی نداره و اون دوزیه. لطفا این کارو نکنید، سعی کنید بیاید روی یوتیوب با کیفیت پایین هم شده ببینید و لذتشو ببرید و آرتیستتون حمایت کنید که اونم بتونه بیشتر از این کارا براتون بکنه. خب این بود از این، امیدوارم که لذت برده بوده باشید و پارت سوم پردرآمدترین یوتیوبرای ایران هم که یعنی اونایی هم که گیمر و فلان و اینا دیگه تخصصی یوتیوبرن، اونا رو هم به زودی میذاریم. دمتون گرم که تا این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همشه توپ خوب و عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.